ترکیب و سیستم بازی ایران مقابل تیم انگلیس مشخص شد. با ما تو این ویدیو همراه باشید، راجع به ترکیب بازی امروز صحبت میکنیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. ترکیب ایران مقابل انگلیس معادله مجهولی است که به دست کارلوس کیروش فقط حل میشه. تیم ملی ایران امروز از ساعت 16:30 به مساف انگلیس خواهد رفت. این بازی در شرایطی برگزار میشه که به نظر میرسه مهمترین غایب ترکیب اولیه ایران سردار آزمون خواهد بود. بازیکنان که پس از طی مراحل آماده سازی در تمرینات تیم ملی شرکت کردند، هنوز مشخص نیستش که سردار آزمون توی ترکیب حضور خواهد داشت یا نه. با این حال حضور بازیکنان جانشینی باعث شده که کیروش چندان دلمشغولی خاصی برای انتخاب ترکیب اولیه تیمش نداشته باشه. طبیعتاً در این دیدار انگلیس از ابتدا به دنبال تغییر نتیجه خواهد بود و ایران تیمیه که از 0-0 اول بازی خودش دفاع خواهد کرد. بنابراین تیم ملی با ترکیبی کاملاً تدافعی پای به میدان مسابقه میذاره. سیستم بازی در لاین آپ اولیه به احتمال فراوان چینش بازی برابر 3-3-4 خواهد بود. اما یه هافک دفاعی در نقش مدافع مرکزی ظاهر میشه تا سیستم بازی به 3-4-3 یا حتی 3-6-1 تبدیل بشه. دروازه‌بان تیم ملی احتمال خیلی زیاد علیرضا بیرانوند هستش. دروازه‌بان شماره 1 تیم پرسپولیس و تیم ملی که برای چهارمین بار در جام جهانی گلر ایران خواهد بود و مأموریت محافظت از دروازه رو مقابل حریف پرقدرتش بر عهده خواهد داشت. او که در اولین بازی جام جهانی 2018 موفق به کلین شیت شد، به دنبال بسته نگه داشتن دروازه‌بانش مقابل یاران هریکین خواهد بود. اما بریم سراغ دفاع‌ها. صادق محرمی مدافع دینامو زاگرب اولین جام جهانی خودش رو تجربه میکنه و جلوتر از رامین رضاییان شانس بیشتری برای بازی مقابل انگلیس داره. اون چندی پیش دوبار مقابل چلسی هم به میدان رفت و در یه بازی هم تونست به پیروزی برسه. اما زوج دفاع مرکزی ما مجید حسینی و مرتضی پورعلی گنجی خواهند بود. این زوجیه که کمتر کسی تصور میکرد مقابل بازی اسپانیا و پرتغال کیروش از اونها استفاده کنه. اما نمایش مهرهای تعویضی کیروش باعث شد که اونها تجربه زوج سازی رو در جام جهانی داشته باشن. حالا اگرچه بسیاری شجاع و کنعانی رو در خط دفاع متصور میشن، اما دیده و شنیده ها از دوحه حکایت میکنه که بازگشت مجید حسینی و پورعلی گنجی این بار برای مهار یکی از بهترین خطوط حمله جهان خواهد بود. اما دفاع چپمون احتمال زیاد میلاد محمدی خواهد بود. محمدی از جمله بازیکنانی که تجربه حضور در جام جهانی را داره. اون مدافع پرتلاش و دونده‌ایه که اخیراً هم در آآکه چهره یه مدافع سخت‌کوش با فرم درخشان رو به نمایش گذاشت و به فهرست تیم ملی هم رسید. حالا باید ببینیم اون در رقابت مقابل یاران رحیم استرلینگ چه کار خواهد کرد. اما بریم سراغ هافک ها. احتمالاً هافک دفاعی ما روزبه چشمی خواهد بود. اون بازیکنیه که مقابل دو دفاع مرکزی ایران قرار میگه تا در لحظات مختلف نقش دفاع وسط و دفاع سوم رو ایفا بکنه. روزبه در جام جهانی 2018 و به خصوص مقابل مراکش عملکرد خوبی رو داشت و جز معتمدان کارلوس کیروش به حساب میاد. بریم سراغ هافک های مرکزی. احتمالاً احسان حاج صفی و سعید عزت‌اللهی، شاید هم احمد نوراللهی هافک های مرکزی ما رو تشکیل بدن. ابتدا تصور میشد که سامان قدوس در ترکیب اصلی قرار بگیره، اما به نظر میرسه که کیروش برای بازی با انگلیس تصمیم داره که از یه هافک دفاعی و دو هافک مرکزی در خط میانی استفاده بکنه که سعید عزت‌اللهی و احسان حاج صفی دو بازیکنی هستن که شانس بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی ایران دارن. بازیکنانی که در انتقال توپ به خط حمله مشارکت خواهند داشت، اما وظیفه اصلی اونها خنثی‌سازی تکنیک عناصر هجومی انگلیسی ها خواهد بود. بریم سراغ وینگرها. احتمال زیاد وینگر راستمون علیرضا جهانبخش خواهد بود. ستاره تیم فاینورد در پست تخصصی خودش به میدون خواهد رفت.
تا شایستگی خودش رو به طرفدارای فوتبال در انگلیس هم نشون بده. علیرضا جهانبخش البته آزادی عمل زیادی نخواهد داشت و به نظر میرسه که او باید بیشتر در پرسینگ و خراب کردن نمایش حریف تلاش بکنه. اما تجربه حضور در دو جام جهانی و سالها بازی در لیگ‌های معتبر اروپایی باعث شده تا نیم نگاه طرفداران به ارسال‌ها و پاس‌های او باشه تا شاید معجزه‌ای هم در مقابل انگلیس رقم بخوره. این بود وینگر راستمون. حالا وینگر چپمون به نظرمون میاد که وحید امیری شانس بیشتری رو داشته باشه. شاید اگر آزمون مهیای حضور در ترکیب اصلی باشه، وحید به سمت چپ خط دفاعی میره. اما حالا او یکم جلوتر از مهدی ترابی و سایرین شانس بازی در پست وینگر چپ رو خواهد داشت. امیری با دوندگی حداکثری و تلاش زیادی که داره چهره یه مهره مورد اعتماد رو در ذهن اهالی فوتبال ساخته. بازیکنی که در حمله سخت به حریف توپ میده و در دفاع هم دشوار توپ رو از دست خواهد داد. مهاجم نوکمون احتمال خیلی زیاد با درخشش هایی که مهدی طارمی در ماهای اخیر توی تیم باشگاهیش پورتو داشته، مهدی طارمی به عنوان مهاجم نوک تیم ملی قرار میگیره. تنها رقیب طارمی رو میتونیم کریم انصاری فرد بدونیم که شاید در ترکیب اصلی در ابتدای بازی قرار نگیره و به عنوان مهره تعویضی وارد زمین بشه. طارمی با یه گل استثنایی که سال گذشته به چلسی زد و جزء سه گل برتر سال شناخته شد، مورد توجه طرفدار انگلیسی هم قرار گرفته. حالا باید ببینیم که نمایش خیره کننده اون توی تیم باشگاهیش اون رو به یه ستاره جهانی تبدیل میکنه یا نه. نظر شما چیه دوستان؟ به نظرتون در بازی امروز ایران مقابل انگلیس چه نتیجه‌ای رقم خواهد خورد و کدوم یکی از این بازیکن‌ها عملکرد بهتری خواهند داشت؟ به نظرتون آیا سردار آزمون هم وارد زمین میشه به عنوان یار کمکی و تعویضی؟ و به نظرتون در نهایت ایران موفق میشه از انگلیس امتیاز بگیره یا نه این بازی رو با شکست پشت سر میذاره؟ با توجه به اینکه ایران در بازی‌های اول معمولاً یه امتیازی به دست آورده و انگلیس هم سخت برنده بوده، احتمال داره که فردا نتایج بازی با پیروزی انگلیس تموم نشه حداقل. نظر شما چی؟ حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.